سفر سه روزه اردوغان به ریاض، ابوظبی و دوحه بازتاب گسترده هم در رسانه‌ها داشته. شما این نزدیکی ترکیه با عربستان سعودی رو بعد از سابقه ای که از اختلافات دو کشور سراغ داریم چطور می‌بینید؟ این نیاز واقعیت هست، یعنی واقعیتی که آقای اردوغان در برابرش قرار گرفته، یعنی نیاز به سرمایه گذاری خارجی و مبارزه با بحران اقتصادی که ترکیه فعلا باش دست و پا میزنه باعث شده که به این حجم از به اصطلاح فعالیت ها دیپلماتیک بپردازه. این رفتار امروز آقای اردوغان نشان از این دیپلماسی موفق میده، یعنی نشان از این میده که شما وقتی به عنوان رهبر یک کشور یا یک دولت مدار دست به یک کار اشتباه زدید یا بر اساس یک ارزیابی اشتباه عمل کردید، این قابلیت و این انعطاف و رو داشته باشید که عوض کنید. اردوغان بعد از بهار عربی خودش رو رهبر جهان اسلام میدونست و رابطه‌ش رو با سوریه که با رابطه بسیار خوبی داشت به هم زد، چون اردوغان ارزیابیش غلط بود. تصور میکرد که اخوان المسلمین بعد از بهار عربی دنیای اسلام رو موفق میشه برش مسلط بشه. بلافاصله همونطور که میدونید اردوغان به تونس سفر کرد، به مصر سفر کرد، به لیبی، همه اینجا که ناآرامی ها بود و هر جا، من این کشورها رو در زمان بهار عربی همه مسافرت کردم. وقتی ازشون میپرسیدید که شما وقتی میگید الاسلام هو الحل، اسلام تنها راه هست، میخواد چی بیارید؟ همه میگفتن ترکیه. ترکیه نمونه موفق اسلام و مدرنیته است. ولی این به شکست انجامید. و داستان کشته شدن خاشقجی در سفارت عربستان و اینکه ترکیه چه نقشی در افشای این داشت، اوج این داستان بود. ولی فعلا واقعیت ها اردوغان رو مجبور کرده که سیاست رو تغییر بده و خوب هم داره تغییر بده. آقای کوچ، شما چه فکر میکنین چطور شد که ترکیه تصمیم گرفت روابطش رو با ریاض به ویژه نزدیکتر بکنه به رغم اختلافاتی که وجود داشت؟ و چقدر فکر میکنین قراردادهای فروش و سرمایه گذاری بتونه به اقتصاد شکننده این روزهای ترکیه کمک بکنه؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، عرصه سیاست عرصه تغییر و تحولات هست و یه عرصه بسیار پویایی هست. شرایط در حال تغییر هست، بنابراین دولت ها هم سعی می کنند که مواضعشون رو مطابق شرایط جدید اصلاح کنند. هم ترکیه، هم عربستان، هم ایران، خدمت شما عرض کنم کشورهای منطقه، مصر در 10 سال اخیر با بهار عربی درگیر یک سری رقابت‌های شکننده شدند و همه به این نتیجه رسیدند که از این رقابت شکننده و خسارتبار کسی برنده در نمیاد و همه متضرر شدند، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ مسائل امنیتی لطمه دیدند از این رقابت بسیار پرخطرناک. بنابراین الان ما شاهد یک دوره جدید هستیم. هم ایران تلاش میکنه روابطش رو با کشورهای خلیج بازسازی کنه، عادی کنه، همینطور ترکیه البته از تقریبا 1.5 سال پیش این پروسه را آغاز کرد. متقابلا البته اینو باید بگیم، این نیاز متقابله، یعنی عربستان هم به شدت بعد از 7 سال مبارزه با حوثی‌ها و عدم موفقیت برای سرکوب آنها و شکست آنها به این نتیجه رسید که باید با ایران کنار بیاد و روابطش رو از طرف دیگه با ترکیه که در افتاده بود باید اصلاح کنه برای جلوگیری از خسارت بیشتر. به هر حال همه قدرت‌های منطقه، همه بازیگران منطقه به این نتیجه رسیدند که یک فصل جدیدی آغاز کنند و در این روابط و همکاری ها را به هر حال به یک ثبات برسونند که این کمک کنه به صلح و امنیت و به هر حال آرایش منطقه. آقای کوچ، به این صحبت شما برمیگردم. آقای سعدزاده، هم شما هم آقای کوچ به در واقع عادی سازی روابط اشاره کردین و تلاش کشورها برای عادی سازی روابط با منطقه. میدونیم که بعد از توافق عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، امیدها برای بهبودی کشورهای منطقه و همکاری با تهران بیشتر شده بود، اما این اتفاق نیفتاد. شما فکر میکنین دلیلش چه بود؟ برای که رابطه سیاسی تنها یک کاغذ نیست که روش مینویسن ما رابطه سیاسی داریم. رابطه سیاسی حتی وجود سفارت ها هم نیست.
با توجه به اینکه عربستان سعودی در ایران اصلا سفارت نداره، رفته دو طبقه هتل رو اجاره کرده، از اونجا داره کارهای سیاسیش انجام میده، چون مطمئن نیست که این رابطه به کجا میرسه و خیلی موقتی میبینه داستان و خیلی محتاط در این زمینه است، چون در واقع نمیدونه که سیاست خارجی ایران رو چه کسی رقم میزنه. علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، کادرهای وزارت امور خارجه، کادرهای با سابقه وزارت امور خارجه هستن، معلوم نیست و هر لحظه ممکن است که یک اتفاقی بیفتد و این قراردادی که فرض کنید ایران میرود با عربستان سعودی میکنه همه رو نقش بر آب کنه. ولی امروز آقای اردوان با 200 سرمایه گذار مهم ترکی به اونجا رفته و شرکت بایکار میگه این بزرگترین قرارداد نظامی است که ما تا به حال در تاریخ ترکیه داشتیم. یعنی وقتی که شما دست به یک روابط دیپلماتیک میزنید، برای اینکه این روابط دیپلماتیک موفق باشه باید پشتوانی اقتصادی هم داشته باشه. ایران این امکان اقتصادی رو نداره. آقای کوچ، ترکیه در حال حاضر در همه حوزه‌ها سعی می‌کنه با تمام طرف‌ها ارتباط داشته باشه. در جنگ اوکراین هم شاهد هستیم، به نوعی نقش میانجی رو بازی می‌کنه. چرا ترکیه علاقه به همکاری با جمهوری اسلامی نشون نداده تا حالا؟ خوب ببینید، ترکیه در روابط دو جانبش سعی کرده که روابط عادی خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ کنه، ولی همانطور که مطلع هستین تحریم‌های شدید آمریکا در واقع باعث شده که همه کشورها روابط اقتصادیشون رو با ایران به حد اقل برسونند. یعنی اینجا ترکیه هم مستثنا نیست. طبیعتاً ترکیه هم می‌دونید چند سال آخر است که اخیر رابطش با آمریکا به هر حال تیره شده و در آخرین جلسه ناتو حالا یه امیدهایی ایجاد شده که این روابط دوباره بازسازی بشه با آمریکا هم همینطور. بنابراین ترکیه در دوره آقای احمدی نژاد که شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بر ایران اعمال می‌شد، ترکیه تلاش کرد که با رعایت حقوق بین‌الملل به هر حال کمک‌هایی به ایران بکند که ایران به یک مرحله مثلا ورشکستگی یا به هر حال اضمحلال نرسه. به هر حال جمهوری اسلامی یعنی ایران یک همسایه مهم و بزرگ برای ترکیه هستش. ولی این همکاری ها رو الان نمیبینیم. شما ارجاع میدیم به زمان آقای احمدی نژاد. سوالم این هستش که چرا همکاری ها بعد از در واقع به نوعی عادی سازی روابط به نظر میرسه که ترکیه داره سعی میکنه میانجی رو بازی بکنه در بسیاری از زمینه ها، ولی به نظر نمیرسه که تمایلی به در واقع همکاری با ایران نشون بده. آقای سعدزاده، شما فکر میکنیم سوال جوابی داره؟ من اجازه بدید یه جمله اضافه کنم. بله، میخواستم به این نکته برسم که در دوره جدید به دلیل اون حمایت ها ترکیه هالک بانک دوچار مشکلات اساسی شده و 24 میلیارد دلار جریمه شده توسط آمریکا و حکم قطعی هنوز صادر نشده. این باعث شده که تمام بانک های ترکیه نگران میشن و از هر نوع همکاری با بانک های ایران که از توسط آمریکا تحریم شدن خودداری کند و در این دوره جدید در واقع ترکیه مثل گذشته حاضر نیست هزینه های جدید رو بر کشور تحمیل کند. پس شما تحریم های بین المللی رو دلیل اصلی عدم این مشارکت میدونید؟ آقای سعدزاده موافق هستید؟ تحریم بخششه، تحریم همه داستان نیست. شما برای اینکه مبادله خوب داشته باشید خود کشور هم باید امکانات داشته باشه و خود کشور هم بایستی با یک زبان واحد صحبت کنه. یعنی شما احتیاج به یه وزارت امور خارجه کاردان دارید و احتیاج به این دارید که طرف مقابل اعتماد کنه این کسی که آمده به نام آقای امیر عبداللهیان داره این حرف رو میزنه، این واقعا حرف کل نظامه. ولی معلوم نیست چنین باشه، چون در گذشته چنین نبوده. ظریف میرفته یک کاری میکرده، دیگران یه حرف دیگه میزدن. جالب این هست، من امروز تمام خبرگزاری های ایران دنبال کردم، فارس، تسنیم، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. جالب این هست هیچ کدام اینها خبری از مسافرت، یا لااقل من ندیدم، یا اینقدر کوچک بوده که من ندیدم، خبری از مسافرت اردوان به عربستان سعودی پخش نکردم. خبر به این مهمی رو چرا؟ برای که یه تفاوتی هست بین نحوه عملکرد اردوان و ایران. به همین علت برای شنوندگان و خوانندگان ایرانی پخش این خبر یعنی شکست جمهوری اسلامی.